آسمونا فر از ستاره کردی سکر پیراهن ابرا را فاره کردی آسمونا فر از ستاره کردی تو کردی تو کردی باز که واسدی اینجا داری تصنیفای طاغوتی میپوشی یالا را بیافت بریم بینم سرکار خدا خیرت بده همین یه ساعت پیش بود اما حق رو بوخ گرفتی یه ساعت پیش بود من تو رو دیدم آقا فیلم نگی ساعت 8:30 صبح بود چیکار داره با حالا که تنگ ظهره از اون موقع تا حال چهار تا تصنیفم نفروختم خدا بسر شاهده پسر میگم الان تنگ ظهره باس بری مسجد نماز بزنی به کمرت خبر مرگه اینجا وایسادی داری تصنیفای طاغوتی میفروشی اونم چهار قدمی مسجد او چیکار میکنم باس کجا برم باس یه جا برم که محل آمده شد باشه دیگه آمده شد همش طرف مسجده آقا فیلم نگیر بهت میگم منم بهش میگم فیلم نگیر فیلم نگی سرت نمیشه شما آقا سرکو من از شما اجازه گرفتم که چه اجازه ای؟ نشونم بده بینم اجازه نوشتنی که نگرفتم لفظی شما به من اجازه دادی کنار رودخونه کنار رودخونه؟ نه اینجا معبر عمومی زن بچه مردم رد میشن از اینجا سرکو میخواستم پیدات کنم اجازه اینجا رو هم بگیرم دلار نداری؟ اینم 50 دیگه خیلی خوب زودتر کارتو انجام بده برو در ذهن اگه خواستی از جاهای دیگه هم فیلم برداری بکنی علایده باید درخواست بدی تو هم بساط تو جمع کن زودتر برو از اینجا سمه تا جلبت نکردم سمد آقا سرکار اجازه بده سرکار اجازه بده من یکی دو تا آهنگ بخونه ازش فیلم بگیرم پس بگو آسته بخونه صدای انکر و لسواتش میره تو مسجد میرسه به گوش ملا علی و بیا و دران سمد آقا بخون یه تصنیف دیگه بخون من از جلوتر میگیرم که مجبور نشی بلند بخونم عرف کارت پولشو به اون سرکاره میدی تصنیفشو ما برات بخونم تو که برای من نمیخونی که تو برای مردم میخونی اگه نمیخوای تصنیف بفروشی تو بخون در حین کارت من از کارت فیلم برداری میکنم کار تعطیله نشوفتی سرکار فاستار چی گفت گفت وقت نمازه ما باز برم نماز بخونم بیا بریم سبز علی سب کن سبز علی راست میگه میخواد بره مسجد دروغ میگه مثل سگ میتونی ازش بخوای با من همکاری کنه حرف تو رو گوش میکنه انگار چی شد شهرام؟ یعنی شعبان علی خان میدونم صمد با من میونه ای نداره اگر میونه ای داشت که پای شما به میان نمی آمد اونجا شما اصلا اونجا هستی برای اینکه میونه کار رو بگیری متقاعدش کنی که بیاد تو برنامه دیگه من اینجا به همه قول دادم هوا صاف شب اول ماه دلم منتظر و دیدم راه بهش بگو چرا پشت به دوربین میخونه همش بهش بگو روشو بکنه این ور سمد آقا رو تو گروه دوربین بی خود میگه بهش بگو 1000 تومان دادی میخوای رو به دوربینم برات بازی بکنم لابد بعدش هم میخوای برات رقص عربی بکنم او با 1000 تومان اینجا یه فرچ و کباب نمیدن بایدن بابا این چقدر پولکی شده بهش بگو توی آبادی همه فولکی هم دین ایمانشان همه فوله بهش بگو تونم که اینجا نشستی مفتکی به خاطر اینه که میخوای هنرفیشه بشی عشق به سینما داری بهش بگو بهش بگو چند میگیری رو به دوربین بازی کنی بهش بگو ما دیگه رو به دوربین بازی نمی کنم این همه رو به دوربین بازی کردم مگه کجا رو گرفتم حالا میخوام یه چند سوایی فش به دوربین بازی بکنم ببینم چی میشه بهش بگو معلومه چی میشه وقتی رو به دوربین به جای نرسیدی پشت به دوربین میخوای به کجا برسی شناختی ها اما میگن بعضیا از عقب شانس میارن بلکه دل مهم جزء اونا باشه هوا صاف شب اول ماه دلم منتظر و دیدم راه هوا صاف شب اول ماه دلم منتظر بهش بگو نخواستیم بابا بهش بگو قربون عمت بری با این خوندنه چی داره میگه؟ میگه قربون عمت بری ها؟ گوشتر عمه ما حرف دادی؟ نخواسته بابا اصلا نخواسته دعوا نگینین که تو تازه عمه نداری که ندارم که ندارم ندارم که بدتره آدم چیزی رو که نداره نمیتونه قربانش بره که خیلی خوب قربون عمد نرو اصلا بابا نمیخوام فیلم بازی کنم مگه زوره خیلی خوب بازی نکن من که نمیگیرم که برو اونجا وایسا هر جور دلت میخواد بخون
نوبرش آورده. او صاف شب اول ماه دلم منتظر و دید از راه موی سفیدی توی آینه دید و دارارارام آهی بلند سه دل کشید و دارارارام آل حیام زد که خودت رو بباز نبار عشق ویس فدر میونی کنت تا آدم احساس جوونی کنت. چنه این تصدیفا؟ این تصدیفا چنه؟ پس از کلی کلنجار رفتن و پرداخت 3000 تومان دیگر، بالاخره صمد آقا حاضر شد رو به دوربین بازی کند. من حرکات او را تحمل می کردم تا مطابق با مأموریتی که داشتم موافقتش را برای آمدن به امریکا و شرکت در شو نوروزی تنین جلب کنم. موی سفیدی توی آینه دید و بابا بخرین از این تصنیفای قدیم، نخرین پشیمان می شینا. میگم سعد آقا حیف نیست داری اینجا وقتتو تلف می کنی با فروختن یکی دوتا تصنیف که گاهی یه نفر پیدا بشی ازت بخره. بیا ببرم تو شوی نوروزی خودمون در امریکا شرکتت بدم که در تمام دنیا پخش بشه. هی آقا ما بر شوی نوروزی ما ببر. بچه حیا بکن، تو باز فری دنبال دست مشقه؟ میخوای باز بیبید بره از دست ما آرز بشه به بابا؟ بگه ما از درس مشق واضح داشتم؟ آقا شما شاهد باشه، ما دارم بهش میگم بره دنبالم درس مشق شا. این خودش اینجا نشسته داره فا به فا میکنه به خودی. آره شما بهتر اول به درس مشق برسید، بهتر اونا رو بچسب. بابا بهم کنی مدرسه به چه کارم میاد؟ خیلی راست میگه بند خدا. این داداش بزرگش رفته درس خوانده، دیپلم گرفته رفته ژاپن اولیگی. معلمش آنم که این همه درس خوانده شبا بیره با والدش بارکشی. ما میخوام هنرپیشه بشم. این میخواد هنرپیشه بشه. حالا اگه صمد آقا قبول کنه که بیاد توی شو نوروزی ما شرکت کنه، من همینجا یه تیکه از تو میگیرم بعدن توی شو نشون میدم. صمد آقا قبول کن دیگه، همه جا ما رو نشان میدن. خب فایدهش چیه؟ این نوارا رو ما رو همه جا نشان بدن، به خود ما چیزی نمیواسته که. بالاخره یه دلارم که بهت بدن میشه 1000 تومن. از تصنیف فروشی که بهتره، تو تصنیف فروشی که چیزی گیرت نمیاد. ما مداخله ما فقط تصنیف نیست که. سبزلی وش بگو اگه شیری که ما رو نگرفته بودن ها، گدالی رو اگه نگرفته بودن وش بگو هر وقت ما با گدالی وامیسیم دو ستایی میخوانیم چقدر مردم به شما پول میدن. تو میدقا با ما تو صدایی بخوان. بچه میگم برو فای درس مشقت. ما به بابات قول دادم، قول ازشم گرفته اگه ما با تمام عالم دو ستایی بخونم با تو یکی نمیتونم بخونم. ما قول دادم. خب بزن زیر قولت. گفتی با گدالی دو ستایی میخوندی، بچه نمیخونه دیگه. گرفتنش ازش جنس گرفتن. بچه ها هفت قلم ازش جنس گرفتن کار ما رو خراب کرد. ای بابا حالا کجا بردنش؟ کمیته، همین سرپاسداره جلب شده. همین پاسداره؟ رفیق خودمون؟ باش رفیقی؟ نه بابا چه رفاقتی؟ رفیق پولی. ها؟ یه پولی میتونی خرج بکنی گدالی از حفظ در بیاد عوضش ما هر جور فیلمی که بخوای برات در میارم، یعنی بازی میتونی. دو سه دایی برام رو به دورمی میخونی؟ دو سه تایی هم برات میخون، سه چهار تایی هم میخون. ببریم ببینیم چیکار میکنه. باشو بیا.